خب همیشه گفتم از رنک ماس پرو استفاده نمی کنم رو هیچ پروژه ای، مگه اینکه لایسنس اصلیشو بخرم و اونم نیاز باشه توی موارد خاصی. ولی خب تو این ویدیو میخوام بهت خیلی تخصصی بگم چرا از رنک ماس پرو استفاده نمی کنم. خب قبل از هر چیز بیاین بریم سراغ سایت رنک ماس، ببینیم تفاوت اصلی نسخه رایگان رنک ماس با نسخه پروش چیه، اصلا چه قابلیت هایی داره که ما حالا بریم رایگان دانلودش کنیم یا اصلا بخریمش یا از سایت های ایرانی بخریم، فرقی نمیکنه. در هر صورت یا قانونی یعنی از سایت اصلیش بخریم یا غیر قانونی بریم نسخه های کپی شده و نال شده شو دریافت کنیم رو سایتمون نصب کنیم، چه قابلیت هایی داره. تو سایت rankmas.com قسمت فیچرز من اینجا میتونم چک بکنم که چرا رنک ماس رو باید نصب کنم رو سایتم، چرا نسخه رایگانش، چرا نسخه پروش. خب قبلا توی ویدیو گفتم رنک ماس نسبت به یوست اس ای او بهتره، مقایسهش کردیم با هم دیگه، تفاوتاشون رو دیدیم، به این نتیجه رسیدیم نسخه رایگان رنک ماس پرو، ببخشید نسخه رایگان رنک ماس از نسخه رایگان یوست سه او پریمیوم بهتره رو سایتمون نصب بشه چون امکانات بیشتری داشت. اون ویدیو رو کامل ببینیم بهتون توضیح دادم. اما اگه دارین تو سایت ویدیو رو میبینین سرچ کنین تفاوت یوست با رنک ماس، کامل توی ویدیو بهتون توضیح دادم. اما تفاوت‌های اصلی رنک ماس با رنک ماس پرو، خب تو قسمت فیچرز ما میتونیم تفاوت بین رنک ماس و رنک ماس پرو رو ببینیم با هم دیگه. خب تو قسمت کامپر که طبیعتاً اومده با یوست و سئو پرس و آل این وان وردپرس سئو و اینا مقایسش کرده، کاری به این بخشش نداریم. میریم تو قسمت مقایسه پرو و فری، روی بایک کلیک بکنیم اینجا بهمون قابلیت های نسخه پرو رو میده. ببین به طور کلی من اگه بخوام رنک ماس پرو با فری رو مقایسه کنم چند تا قابلیت اساسی داره. یکی این که خب بهتون یه SEO کورس یا یه دوره آموزش SEO رایگان میده، بهتون پشتیبانی میده و طبیعیه. سه تا پلان داره، $59، $199 و $499 که عزیزان میان تو سایت های ایرانی با 100 هزار تومان و 200 هزار تومان و 10 هزار تومان میفروشنش، حالا کاری به این قضیهش نداریم. اما نسخه پروش تو همون نسخه معمولیش یعنی $59، ببینید چند تا AI کردیت بهتون میده که بهتون کمک میکنه که محتواتون رو با استفاده از هوش مصنوعی اپتیمایز کنید، یعنی برای SEO با هوش مصنوعی بتونید محتوای خودتون رو بهینه بکنید. قابلیت بدی نیست، خب قابلیت بدی نیست، حالا بهتون میگم مثلا میشه ازش استفاده کرد یا نه. 500 تا کیورد رو میتونید ترک بکنید. منظور از ترک چیه؟ سایت شما رو کانکت میکنه به سرچ انجین کنسولتون و اونجا یه سری دیتا میگیره رو سایتتون نمایش میده، مثلا با این کلمه محتوای شما اینجاست، بهتر اینجوری باشه. کاری که یه سری ابزارهای SEO برای ما انجام میدن رو میاره تو وردپرستون براتون انجام میده. اینم قابلیت فوق العاده ای، اگه من نیاز داشته باشم واقعا استفادهش میکنم. ولی ببینیم توی نسخه پرو رنک ماس بدون خریدن لایسنس با نسخه های کپی که داریم میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه. Powerful Schema Generator، این واقعا خوبه، یه سری اسکیما رو برای سایتمون میسازه، ولی خب معمولا المنتور و گوتنبرگ وردپرس خودشون برامون اسکیما رو میسازن، پس زیاد استفاده از این بخش نداریم ما. SEO کورس و پشتیبانی 24/7 که خب طبیعیه. بریم سراغ این که ما نسخه اصلی رو از سایت رنک ماس بخریم. ببین نسخه اصلی رو وقتی میخریم یه فایل بهتون میده، شما فایل رو نصب میکنید رو سایتتون، یه گزینه کانکت میاد، کانکت میکنی سایتتو به سایت رنک ماس، تمام این قابلیت ها فعال میشه. اما خب $59 بابت هر سایت باید بابتش پرداخت کنید. اگر نیازتون بود پرداخت کنید و واقعا این قابلیت ها خوبه، یعنی $59 سالانه میارزه. ولی اگه سایتتون خیلی خیلی مهمه که مثلا این قابلیت ها رو داشته باشید، من به شخصه برای کانتنت AI از ابزارهای دیگه استفاده میکنم، ابزارهایی که تو دوره سایت برتر بهتون کامل توضیح میدم. برای ترک کردن کیوردها خودم شخصا میرم تو گوگل سرچ کنسول و از یه سری ابزارهای آنالیز SEO استفاده میکنم که اونا خودشون یه سری سرویس های جداگونن، اصلا کاری به پنل وردپرس هم ندارن، دسترسی هم به پنل وردپرس هم ندارن و هیچ پنل وردپرس هم سنگین نمیکنن. اینجوری بهتون بگم اسکیما جنریتور هم معمولا استفاده نمیکنم، مگه اینکه مثلا اسکیماهای استانداردی که تو پلاگین المنتور هست یا مثلا پلاگین اسکیما پرو نصب میکنم. با پلاگین رنک ماس نمیام چه این کاری بکنم. کورس SEO و پشتیبانی 24 ساعت و 7 روزش هم که دیگه حالا تصمیم خودتونه، من که ازش استفاده نمی کنم معمولا. من اینکه مثلا دوره آموزش SEOش باشه که اونم دوره آموزش SEO خیلی زیاده،
لزومن اینکه 59 دلار بدیم پلاگین برای دوره SEO اینی که تصمیم شماست که این کار انجام میدین یا نه. خود من شخصا انجام دادم، آره یه بار خریدمش، به دوره SEO هم دسترسی پیدا کردم، اطلاعاتش رو درآوردم که تو دوره سایت برتر از همین اطلاعات استفاده کردم، بهتون آموزش دادم. یعنی یه بخشی از دوره کلا همین SEO کورسیه که رنک مس گذاشته. اما موضوعی که هست اینه، ما آیا این پلان رو، این پلانی که روی سایت رنک مس هست، پرو 59 دلاری رو میتونیم نخریم و با استفاده از نسخه های کپی شده و فارسی شده ای که تو سایت های ایرانی هستش، نمونش هم خیلی زیاده، من توی گوگل سرچ میکنم دانلود رنک مس پرو، کلی سایت ایرانی و خارجی اینا رو رایگان یا غیر رایگان برای شما قرار دادن که شما میتونید بخرید و روی سایتتون نصب بکنید. قبلا در مورد اینکه پلاگین نال شده نصب نکنید رو سایتتون کامل توضیح دادم توی ویدیو و دیگه در موردش صحبت نمی‌کنم. یعنی یه نال سرچ کنید تو سایت میهن وردپرس، چند تا ویدیو در موردش هست. کاری هم ندارم به اینکه بخوام رقبامون رو مثلا بگم ازشون نخرید، نه اصلا. ببین روزی من از جای دیگه داره میاد. خب اگه من بخوام بگم برید بخرید از رقیبای من یا نرید بخرید، هیچ فرقی به حال من عملا نمیکنه. ما خودمون یه سری محصول اختصاصی داریم، ساختیم رو سایتمون گذاشتیم، از اون طرف یه سری دوره آموزشی هم داریم که خدا رو شکر خدا روزیشو میرسونه برامون. اما موضوعی که هست اینه، کار درست چیه؟ کپی کردن یه پلاگین و نصب اون پلاگین کپی شده که خدا میداند غیر از سازنده اصلیش چند نفر دیگه تو کداش دست بردن، چه کدای مخربی توش اضافه شده، کجاهاش باگ داره، کجاهاش راستچین شده، کجاهاش راستچین نشده، هزار تا مسئله دیگه، به نظرم کار اشتباهیه. اگه میخوای واقعا درست و حسابی کار کنی، یه 59 دلار بده سایت اصلی بخر. اگه نه نیازی نیست. ما خودمون روی سایت میهم وردپرس از نسخه رایگان رنک مس استفاده میکنیم، نسخه پروش استفاده نمیکنیم. دلیلش رو تو این ویدیو دارم بهتون میگم. بریم یه نسخه رنک مس اوریجینال نه کپی شده. فرض کنید شما کپی شده دانلود کردین، فرق نمیکنه. نصب میکنیم رو سایتمون، کانکتش نمیکنیم به سایت رنک مس. میخوایم ببینیم چه قابلیت هایی بهمون میده. خب من وارد پنل مدیریت سایت هم میشم، wp-admin، اطلاعات ورودم رو وارد میکنم و ورود. خب توی قسمت افزونه ها افزودن، اینجا روی بارگذاری کلیک میکنم، چوز فایل و توی اگه سوال نکنم دانلود، آره رنک مس رو دانلودش کردم. این نسخه، نسخه اوریجیناله. شما از سایت دیگه ای بخرین بالاخره یه همچین فایلی بهتون میدن. حالا ممکنه فایل مشکل داشته باشه یا نداشته باشه، فرقی نمیکنه، فرق نمیکنه به حال شما، فرایند یکیه. خب نصبش میکنم رو سایتم، میخوام ببینم وقتی نصب شد روی سایتم چه اتفاقی میفته. هاست این وبسایت ایرانه، یه نکته خیلی خیلی مهم. اگر شما از پلاگین های استفاده میکنید که میخوان کانکت بشن به یه سری سایت ها مثل رنک مس یا گوگل سرچ کنسول، معمولا توی 60-70% مواقع اگه هاستتون داخل ایران باشه اصلا نمیتونید کانکتش بکنید. خب یعنی حتی من اگه الان اینو خریده باشم، لایسنسش هم داشته باشم، کانکت رو بزنم، به احتمال 60-70% کانکت نمیشه. گهگاهیه دیگه، میدونی اینترنت ایران دیگه، یه موقع کانکت میشه یه موقع ارور میده. بستگی داره به اینکه اون سایت از ایرانی‌ها خوشش بیاد یا نه، ایرانی‌ها رو تحریم کرده باشه یا نه، هاست ایرانی اون کسی که داره ارتباطات اینترنتی کشور رو بررسی می‌کنه اون روز مثلا شیرفلکه رو بسته باشه، باز کرده باشه، این خیلی بستگی داره. یه چیز جالب بهتون بگم، من اینجا تو دبی وقتی می‌خوام رو سایت خودمون میهم وردپرس که سرورش تو ایرانه یه چیزی آپلود کنم، معمولا صبح تا ساعت 2 ظهر بعد آپلود کنم. 2 ظهر به بعدو چند روز من تست کردم کلن امکان آپلود فایل نیست، یعنی ارتباط اینترنت اون شیرفلکه رو انگار ساعت 2 ظهر به بعد که ساعت کاریشون تموم میشه میبندن میرن خونشون. فعال کردن افزونه، پلاگین رو سایت هم فعال کردم، میخوام ببینم چه تفاوت هایی داره با نسخه رایگان رنک مس و چرا پیشنهاد نمیشه که ازش استفاده کنیم، مخصوصا رو هاستای ایرانی. خب از اون جایی که این سایت هاستش داخل ایرانه، باید بریم یه چایی بخوریم بیایم تا لود بشه. خب پلاگین لود شد، قسمت رنک مس SEO پیشخوان، اینجا قابلیت هایی رو دارم که یه سریاشون رو قبلا بهشون دسترسی نداشتم، مثل نقشه سایت ویدیویی، مثل
مثل سئو تصاویر که یه سری قابلیت پرو داره، آنالیتیکس و غیره. من وارد نوشته ها میشم و افزودن نوشته. ببین، نمیخوام پلاگین رو فعال کنم، اما اگه شما رفته باشی از یه سایتی، حالا چه ایرانی چه خارجی، از غیر از سایت رنک مس دانلود کرده باشی پلاگین رو، شما نمیتونی پلاگین رو اکتیو بکنی. منم میخوام دقیقاً چه شرایطی الان داشته باشم دیگه. کانتنت ای آی رو کلیک میکنم و مثلا اینجا مینویسم موبایل، ریسرچ میکنه، هیچ داده یافت نشد. چرا؟ احتمالاً نتونست با سرور ارتباطی برقرار بکند. میایم توی قسمت خانایی، اینجا چیز خاصی نداریم. کانتنت ای آی داشتیم که کار نمیکنه. گوگل ترندز رو یه چک بکنیم، مثلا سرچ میکنیم موبایل تلفن همراه. آره، این قسمت ظاهرا داره کار میکنه. کارم نکنه مهم نیست، شما میتونی بری تو trends.google.com و بهش دسترسی داشته باشی. پس خیلی هم چیز خاصی نیست و میتونی کلمات کلیدی انتخاب کنی. خیلی قابلیت خاصی نبود گوگل ترندزش. کانتنت ای آیش هم که رو هاست ایران اصلا کار نکرد. کارم بکنه احتمالاً باید کانکت بشه به سایت اصلی برای اینکه کامل بتونه کار بکنه. یه بخش داریم به نام آنالیتیکس توی همون پیشخان رنک مس آنالیتیکس. اینجا شما توی تنظیماتش اگه کلیک بکنید اتصال به سرویس گوگل رو باید بزنید که باز متاسفانه، حالا من کانکتش نمی‌کنم، متاسفانه باز توی هاستای ایرانی کار نمیکنه. دیدیم همونطوری که نمیتونست کانتنت ای آیش کار بکنه، اینم نمیتونه کار بکنه. و به همین شکل ما قابلیت خاصی که اینجا دسترسی داشته باشیم بهش نیست. یعنی عملا با همون نسخه رایگانی که میتونستیم از wordpress.org کاملا رایگان دانلود بکنیم و استفادهش بکنیم و بدون خون و خون ریزی، بدون اینکه امنیت سایتمون به خطر بیفته ازش استفاده کنیم، قابلیت خاصی نیست. آره، شده من یه جاهایی توی پروژه‌ای مثلا می‌دیدم مدیر سایت نمیتونه بره تو گوگل سرچ کنسول. بهش گفتم اگه خواستی مثلا یه پلان، فکر کنم بیزنس بود، بیزنس برات بگیرم $199 که بتونی مثلا 10,000 تا کیورد رو ترک بکنی، 125 تا کانتنت ای آی کردیت داشته باشی، بتونی با هوش مصنوعی محتواش مثلا سایتتو سئو کنی و اینا. اونم بنده خدا $199 خارجی براشون اصلا چیزی نیست. گفت اوکی، پرداخت کن برام، بگیرش، میخوام. و استفادهم کرد، راضیم بود. به شخص قابلیت هایی که داره تو نسخه پروش رو استفاده نمی کنم. اگر میخواین استفاده هم کنید باید نسخه اورجینالش رو بگیرید. تو نسخه رایگانش یا اون نسخه‌ای که میرید میخرید از این سایت ها 100 تومن، 200 تومن، 50 تومن، 10,000 تومن، اصلا اینا جواب نیست. میدونی؟ جواب نیست. اگر میخوای بخری باید نسخه اصلیش رو از سایت اصلیش بخری. مثلا هر پلاگین وردپرسی دیگه ای از نظر قانونی، از نظر نمیدونم شرعی، از نظر انسانی، از نظر هر چیزی که فکرشو بکنی، درستش اینه که نسخه اورجینال از سایت اصلی بخری. والا نسخه رایگان هر پلاگینی رو بخوای تو گوگل میتونی پیدا کنی، ولی خدا داند که این نسخه رایگان چه مشکلاتی دارن، چه باگایی تو سایتتون ایجاد میکنن، چقدر مشکل امنیتی ایجاد میکنن. برید کامنت های سایت میهن وردپرس و یوتیوبمون رو بخونید. یه حجم زیادی از پیام ها هست که ممکنه حالا پیدا کردنشون سخت باشه، ولی سرچ کنین پیدا میکنین، که میگن تو سایت ما لینک های خارجی قرار گرفته، پاپ اپ های تبلیغاتی باز میشه، یه سری مقاله منتشر شده، یه سری کلمات چینی اومده رو سایتمون، صفحه اصلیمون رو باز میکنیم گوشش تبلیغات سایت های مثبت 18 میاد و هزار تا چیز دیگه. اینا خیلی زیاده، برید تو کامنت ها ببینید. خیلی مراقب سایتتون باشین. اگه میخواین درست و اصولی کار بکنین، مراقب سایتتون باشین. اگه هم نمیخواین درست و اصولی کار کنین، که هر چی پلاگین بود نصب کنین رو سایتتون دیگه، چه اشکال داره؟ سایتی که براتون مهم نیست بذارید هکش. مرسی که تا آخرین ویدیو من همراه بودین. ویدیو تموم نشده، لایک و کامنت و سابسکرایب تو یوتیوب یادتون نره. اگه دارین سایت ما رو میبینید، بهترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که ما رو به دوستاتون پیشنهاد بکنین که این ویدیوهای رایگانی که داریم براتون میسازیم اونا ببینن. اگر دوست دارید که طراح سایت، پیشنهاد بدین بهش که بیاد این آموزش ها رو ببینه، اونم بتونه حرفه ای سایت خودش رو مدیریت بکنه. شاد و پیروز باشین.